سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیزم امیدوارم حال دلتون عالی عالی باشه دوستان قبل از اینکه کتاب امروز رو براتون بخونم ازتون می که در صورت امکان کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایک ها و کامنت هاتون ما رو حمایت بفرمایید با سپاس خلاصه ی کتاب چهار میساق اثری از, از دون میگل رویس از کانال آموزشی انگیزشی لیلوما و کتاب چهار میساق بر پایه خرد سرخپوستان تولتکه قومی برخواست از مگزیک مرکزی که دانش و خرد نیاکان خودش را همچون ارسیهای گرانبها سینه به سینه به نسلهای بعد خودش منتقل کردند و رمز و راز زیستن رو با کلامی شیوا به اونها آموختند چنین کتابی در عصر مدرن و پرحیاهوی امروزی میتونه چراغ راه کسانی باشه که معنای زندگیشون رو گم کردند و در تقلای یافتن نسخه هستند که شاید درد و رنج زیستن در دنیای امروزی رو براشون قدری کم کنه شاید علم تونسته اسباب رفاه و آسایش انسان رو بیشتر از گذشته براش فراهم کنه اما برای یافتن معنا و مفهومی که بشه انسان تمکار امروزی رو آروم و شاد نگه داره ناتوانه. همچنان که نسل امروز بی از تضادهای فکری و شکاف بین خود و نسل گذشته خودش حرف میزنه بسیار تاسفبار خودش رو از خرد و دانشی عظیم که در لابلای دست نوشته ها و مکتوبات نیاکانشون نهفته است محروم میکنه اما سرخپوستان پوستان آمریکای میانه اینگونه نمی اندیشند اونها بر این باور بودند که هر انسان با رعایت چهار میساقی که در این خلاصه کتاب براتون شهر خواهیم داد به سرمنزل شادی و آرامش خواهد رسید میساقها همون عهدهایی هستند که انسان از زمان کودکی با اونها بزرگ شده اما در مقایسه با چیزهایی که خونواده و جامعه به ما تحمیل میکنه نداشتن حق انتخاب زبان موضوعی بس پیش پا افتاده است هنجارهای اجتماعی حتی محتوا و شکل رویاهامون رو تعیین کرده و به اون سمت و سو میده به عنوان مثال هر کسی برای خودش رویاهایی داره اما یه رویای جمعی هم وجود داره به این رویا رویای سیاره زمین میگند قوانینی که این رویای جمعی رو تعریف میکنند توسط والدین مدارس ادیان و دیگر قدرت های گذار به ما آموخته میشه در واقع از طریق تعلیم و آموزشه که یاد میگیریم رفتار درست چیه چه باوری باید داشته باشیم و اینکه تفاوت بین بد و خوب چیست اما نکته بسیار تأصف اینه که تمام این قوانین و میساقها توسط هیچ کدوم از ما انتخاب نشدند پذیرش بیچون و چرای این قانون ها منجر به اطاعت بیچون و چرای ما شده و قدرت اختیار و تفکر مستقل رو بیرحمانه از ما سلب میکنه اگر در کودکی سرکشی میکردیم، بزرگترها باز هم از ما قویتر بودند اونها میتونستند سرکشی ما رو سرکوب کنند و اگر حرف اونها رو گوش نمی کردیم تنبیهمون می کردند. نه تنها این بلکه در قبال پذیرش باورهای اونها و پیروی از قوانینشون پاداش هم می گرفتیم. در نتیجه اکثریت قریب به اتفاق ما تسلیم باورها و فرامین خونواده و جامعه پیرامون خودمون بودیم انسان ذاتن به دنبال تحسین و پاداشه و وقتی رفتاری از او سر بزنه که به پاداش منتهی بشه اون رفتار رو تکرار میکنه این تکرار تا اونجا پیش میره که به تظاهر فرد میانجامه. انجامه بذارید مثالی براتون بزنیم وقتی کودک از قوانین والدین پیروی میکنه با عباراتی مثبت تشویق میشه او که به دنبال تحسین و جلب توجه والدین خودشه بدون اینکه در مورد خوب یا بد بودن قوانین فکر کنه کارهایی انجام میده که مورد پسند والدینشه اینجاست که کم کم دروغ در کودک شکل میگیره او به خوبی میدونه که با تظاهر و وانمود کردن به کاری که مورد علاقه والدینش هست میتونه همچنان مرکز توجه باشه در نتیجه به تدریج در او نهادینه میشه این رفتار و در بزرگسالی تبدیل به یک فرد متظاهر میشه حقیقت اینه که اغلب ما از اینکه مورد پذیرش قرار نگیریم میترسیم و اغلب تظاهر به چیزی میکنیم که نیستیم در نهایت بالاخره به جایی میرسیم که دیگه لازم نیست هیچ کس ما رو تحت کنترل خودش بگیره چون تمام این باورها در اعماق ذهن ما نفوذ کردند به بیان ساده تر انسان خودش رو رام میکنه و مطیع میساقهای دیگران میشه میساقهایی که به راحتی و بدون تفکر اون رو پذیرفته و به خودش زحمت اندیشیدن در مورد صحت یا کذب اون رو نمیده ما همواره به دنبال یه تصویر بینقص از خودمون هستیم تصویری که میگه برای پذیرفته شدن و مورد توجه واقع شدن باید همون چیزی باشیم که دیگران و جامعه از ما انتظار دارند در چنین شرایطی اگر گاهی سرکشی کنیم و بخوایم خود واقعیمون رو به نمایش بذاریم خودمون رو تنبیه و قضاوت کرده و مقصر میتونیم اما راهی وجود داره که میتونیم خودمون رو از این دور باطل نجات بدیم اون راه ایجاد میساقهای جدید و به سبک و سیاق خودمون و تفکراتمونه در فصل بعد خواهید دید که چگونه میشه این میساقهای جدید رو بنا نهاد فصل دوم میساق اول اینه که در کلام خود بی عیب و نقص باشید و هرگز اون رو علیه خود یا دیگران به کار نگیرید در تعریف قوم تلتک گناه تنها به معنای آسیب رسوندن به دیگران نیست بلکه هر نوع آسیبی که انسان چه جسمی و چه ذهنی به خودش وارد کنه خودش رو مرتکب گناه بزرگی کرده این رویای هر انسانیه که یه فرد بی عیب و نقص باشه و با چنین تعریفی که از گناه کردیم بی گناهی همون بی عیب و نقص بودنه اما بی عیب و نقص بودن به معنای این نیست که چشم بسته مطیع فرامین و های دیگران باشید بلکه بی عیب و نقص بودن یعنی خودمون رو همون گونه که هستیم دوست بداریم و در هر شرایطی خودمون رو بپذیریم به خاطر داشته باشید که هر صدمه ای که انسان به خودش وارد کنه نوعی گناه تلقی میشه چنین صدمه ای ممکنه به شکل قضاوت خود یا مقصر دونستن خود باشه شاید فکر کنید که زیادی چاق هستید یا خودتون رو کند زن فرض کنید به راحتی از این احساسات نگذرید چون مادامی که خودتون رو از طریق کلام و تفکر مورد قضاوت قرار میدید مرتکب گناه شدید متاسفانه اغلب ما از طریق افکار منفی کلمات ناخوشایندی رو در مورد خودمون به کار میبریم و خودمون رو مورد قضاوت قرار میدیم به جای انجام این کار این تفکر رو در خودمون نهادینه کنیم که چقدر عالی هستیم و خودمون رو عاشقانه دوست بداریم به یاد داشته باشیم کلماتی که استفاده می قدرتمند هستند و میتونن شما و افراد دیگر رو رها ساخته یا اسیر کنند برای مثال وقتی میگید همسر من یه فرد بد به دامی دوچار شدید که به این سادگی نمیتونید از اون خلاص بشید شما با این جمله در هر شرایطی به دنبال این هستید که صحت تفکرتون رو ثابت کنید از اون جایی که هر چیزی که به دنبالش باشید خواهید یافت شرایط طوری رقم میخوره که بدذاتی همسر شما براتون آشکار میشه اما با به بردن جملات مثبت شما خودتون رو از اسیر شدن در این دور باطل رها کنید و به دنبال دیدن جنبه های مثبت فرد مقابلتون باشید این موضوع در مورد خودتون هم صدق میکنه وقتی خودتون رو چاق زشت و یا کمهوش مینامید اعتماد به نفستون رو از دست خواهید داد مدام به دنبال سرزنش خودتون هستید بنابراین یک کلمه ترکیبی تصادفی از اسوات نیست و در حقیقت بسیار فراتر از اونه کلامی که بر زبون میارید شما رو قادر میسازه تا ارتباط برقرار کنید خودتون رو ابراز کنید و همچنین طریقه تفکرتون رو هم دگرگون میکنه میثاق اول اینه که کلام رو علیه خودتون استفاده نکنید در حقیقت کلمات میتونن در ذهنتون ایده هایی رو ایجاد کنند برداشت شما از واقعیت رو شکل بدن و بر نظرات دیگران تأثیر بذارند به این داستان توجه کنید یک زن باهوش و مهربان دختری داشت که با تمام وجود دوستش داشت روزی این زن به خونه رسید و قدری خسته بود در اون شرایط زن فقط به دنبال خلوتی میگشت که در سکوت آرامش خودش رو به دست بیاره اما دخترش در اون روز خاص بسیار شاد و پر انرژی بود و با حیاهوی زیادی در حال آواز خوندن بود این زن که یه لحظه کنترلش رو از دست داد سر دخترش داد زد و گفت صدای احمقانت رو پایین بیار و ساکت شو به خاطر این اتفاق دختر حرف مادرش رو باور کرد و با خود میساقی ایجاد کرد که صداش زشت و آزار دهنده است او برای مدتی طولانی آواز نخوند و حتی در صحبت کردن با افراد نیز دچار مشکل شد این مثال به شما نشون میده که چطور کلمات میتونن ما رو اسیر خودش کنه و اثرات مخربی بر روی آیندهمون بذاره تا به حال چند بار به خودتون گفتید که به حد کافی خوب نیستید هر دفعه که خودتون رو اینگونه توصیف می کنید در حال ایجاد میساقی هستید که به تدریج باور شما رو شکل میده باوری که جز تخریب و ناامیدی سمره دیگه ای براتون نداره در فصل بعد در مورد میساق دوم خواهیم شنید اینکه هیچ چیز رو به خودتون نگیرید فصل سوم اگر حستون نسبت به خودتون به حد کافی محکم باشه دیگه نیازی نخواهد بود تا چیزی رو به خودتون بگیرید آیا آخرین باری رو که کسی رفتار بدی با شما داشت و یا تحقیرتون کرد رو به یاد دارید؟ مطمئنن خیلی خوب اون تجربه ناخوشایند رو به یاد دارید متاسفانه به محض اینکه چیزی رو به خودتون بگیرید به طور ناخداغا شروع به موافقت با اون موضوع می‌کنید در چنین شرایطی اون او اراد رو واقعا در خودتون پیدا می‌کنید حتی اگه در ظاهر هیچ ربطی به ما نداشته باشه علاوه بر این وقتی که افراد حرفهای دیگران رو به خودشون میگیرند در دام چیزی به نام اهمیت شخصی میافتند. اهمیت شخصی حالتیه که در اون شخص فکر میکنه همه چیز در مورد اوه. در حقیقت این پدیده نتیجه ی همون فرایند رام شدنه که در فصل قبل در مورد اون توضیح دادیم. در این پدیده افراد به معنای واقعی کلمه همه چیز رو به خودشون میگیرند انسان ها رویاهای خودشون رو دارن و بر اساس میثاق های خودشون زندگی میکنند. هنگامی که کسی به شما میگه چاق این مسئله ربطی به بدن شما نداره بلکه در مورد مشکلات نظرات و عقایدیه که اون فرد با اونها دست و پنجه نرم میکنه یعنی وقتی که یه نفر شاد ممکنه به شما بگه که شما بهترین هستید ممکنه همین فرد در هنگام عصبانیت به شما لقب شیطان بده برای غلبه بر این مشکل باید بدونید که چه کسی هستید چرا که در اون صورت دیگه نیازی نخواهید داشت تا نظرات دیگران رو به خودتون بگیرید وقتی که خودتون رو بشناسید دیگه نیازی ندارید که به دنبال تایید این اطلاعات از جانب دیگران باشید در نتیجه هیچ حرفی بر شما تاثیر نخواهد داشت همچنین این مسئله به درک این موضوع کمک میکنه که تمام افراد دنیا را از زاویه متفاوتی میبینند بر همین اساس شما هم باید زاویه نگاه خودتون رو تشخیص بدید و در صورت اشتباه بودن اصلاحش کنید برای مثال تصور کنید که کسی به شما میگه که حرفهای شما ناراحت کننده است در حقیقت کلمات شما اون فرد رو ناراحت نمیکنه بلکه زخمهای اون فرد که در نتیجه میساقهای خودش هست اون رو ناراحت کرده به همین شکل وقتی که از حرف کسی عصبانی میشید در حقیقت به دلیل ترسیه که در وجود شما نهفته است در واقع عصبانیت شما به خاطر میساقهای اشتباهیه که باعث میشه خیلی زود از کوره در برید فصل چهارم به جای شکل دادن به فرضیات سوال بپرسید آیا تا به حال براتون پیش اومده که فکر کنید رابطه شما تنها به خاطر اینکه کسی با شما سلام و احوال پرسی نکرده دچار آسیب شده مطمئنا جوابتون مثبته واقعیت اینه که چنین تجربیاتی برای همه پیش میاد و دلیل اون فرضیات اشتباهه انگامی که فرضیات رو شکل میدید فکر میکنید که افکارتون باید درست باشن و وقتی که درست از آب در نمیان احساس حماقت میکنید این یه مشکل جدیه چرا که اکثر فرضیات پایه و اساس حقیقی ندارند در واقع فرضیات تنها در تصورات ما حقیقت دارند بنابراین وقتی که در درک چیزی مشکل دارید مسئله اینجاست که فرض میکنید میدونید به چه معناست بعد هنگامی که حقیقت آشکار میشه میبینید که اون مسئله معنای کاملا متفاوت داره فرض کنید که در حال قدم زدن هستید و ناگهان یه شخص زیبا لبخند ملیحی به شما میزنه ممکنه بلا فاصله فرض کنید که اون شخص از شما خوشش میاد و در رویای غرق میشید که در انتهای اون با اون فرد ازدواج میکنید چنین فرضیات افسار گسیخته ای میتونه مشکلاتی جدی در روابط ایجاد کنه برای مثال اغلب زوجین فکر میکنن که میدونن شریک زندگیشون به چه چیزی فکر میکنه در نتیجه اونها باور میکنن که شرکای زندگیشون کاری رو که اونها میخوان انجام خواهند داد و وقتی چنین اتفاقی نمیفته ناامید و عصبانی میشن اما به احتمال زیاد در مورد خودتون هم فرضیاتی شکل میدین ممکنه فکر کنید که میتونید کاری رو انجام بدید و هنگامی که در این کار شکست میخورید حس بدی پیدا میکنید در حالی که در واقعیت با کمی کمک و تلاش بیشتر میتونستید به مقصود خودتون برسید بنابراین میشه گفت که فرضیات آسیب رسان هستند در عوض باید اونها رو با سوالات شجاعانه جایگزین کنید هرچند که سوال پرسیدن میتونه دشوار باشه اما تنها راهیه که میتونه از طریق اون با فرضیات مقابله کرد این همون میثاق سومه برای مثال اگه دوستی به شما سلام نمیکنه به جای اینکه فرض کنین مشکلی پیش اومده میتونی بپرسی چه خبر از این طریق با او وارد یه مکالمه شفاف میشید و دلیل این کار اون رو میفهمید مهمترین چیزی که باید به ذهنتون بسپرید برقراری ارتباط به شکلی شفافه یعنی باید هر تعداد سوال که لازم هست بپرسید تا در مورد اون مسئله به خصوص به شفافیت دست پیدا کنید با سوال پرسیدن به حقیقت نزدیکتر خواهید شد و دیگه تمایل به فرض کردن نخواهید داشت در فصل بعدی در مورد میثاق چهارم خواهید خوند که به شما کمک خواهد کرد تا سه میثاق اول رو به کار بگیرید فصل پنجم همواره بهترین عملکرد خودتون رو داشته باشید حتی اگر معنای بهترین عملکردتون تغییر کنه آیا به یاد داری زمانی که کودک بودید پدر و مادر و معلمتون به شما همواره میگفتند که بهترین عمل کردی که میتونید رو داشته باشید این نصیحت بی و باید همیشه بهترین عمل کرد خودتون رو داشته باشید حالا این بهترین عمل کرد هر معنایی که میخواد داشته باشه اما بهترین عمل کرد بستگی به شرایطی داری که در اون قرار دارید تا وقتی که نهایت سعی خودتون رو بکنید دیگه نیازی نخواهید داشت تا خودتون رو قضاوت کنید یا بابت کاری خودتون رو مقصر بتونید داشتن بهترین عملکرد از روزی به روز دیگه تغییر میکنه در برخی روزها بهترین عملکردتون واقعا عالی و بینقص خواهد بود در حالی که در برخی روزهای دیگه ممکنه خیلی عالی نباشه بهترین عملکرد شما در هنگام صبح که پر از انرژی هستید یا شبها که پس از یه روز طولانی خسته شده اید تفاوت بسیاری داره این نکته رو در ذهن داشته باشید که اگه سعی کنید در هر لحظه فراتر از بهترین عملکرد خودتون کاری رو انجام بدید در نهایت خسته و فرسوده خواهید شد طبیعتا خسته کردن خودتون به این معنا خواهد بود که رسیدن به هدفتون بیشتر به طول خواهد انجامید از سوی دیگه اگه عمل کردتون ضعیفتر از بهترین عمل کرده ممکنه خودتون باشه باعث خواهد شد تا خودتون رو قضاوت کنید مورد انتقاد قرار بدید و عصبانی بشید یه مثال عالی در این مورد مسئله یه حقوقه اگه هدفتون از کار کردن تنها دریافت حقوق ماهیانه باشه هرگز بهترین عمل کرد و خودتون رو نخواهید داشت اکثر مردم کارشون رو تنها به خاطر پول انجام میدند نه به این خاطر که از اون لذت میبرند در نتیجه اکثر افراد بر سر مشاغلی هستند که انجامش براشون سخته لذتی نداره و حس میکنند که بر اونها تحمیل شده این عدم رضایت به این معنای که افراد باید آخر هفته ها حواس خودشون رو از طریق مهمونی رفتن صرف مشروبات الکلی و دیگر فعالیت های بیفایده دیگه پرت کنند از سوی دیگه اگه داشتن بهترین عمل کردتون به این معنا باشه که برای کاری که دوستش دارید سخت کار کنید عمل کرده بهتری خواهید داشت و کارتون برای شما ساده خواهد شد به این شکل آخرین میثاق یعنی همیشه بهترین عمل کرده رو داشته باش قدرت تمام میساقهای دیگر رو افزایش خواهد داد و در عین حال به شما کمک میکنه تا خودتون رو رها کنید فصل ششم دست از میساقهای قدیمی خود بکشید و آزادی خودتون رو پیدا کنید حالا که کمابیش میدونید چطور میساقهای قدیمیتون برای شما رنج و سختی به همراه دارن بیایید سه راهی که از طریق اونها میتونیم دست از میساخهای قدیمی برداریم رو بررسی کنیم اولین مورد مربوط میشه به رویایی که همکنون در حال زندگی کردن اون هستین رویایی که به اون میگید رویای توجه اول این رویا از اولین توجه هایی که اطرافیان شما در کودکی به شما داشتن شکل گرفته در واقع افراد از توجه اولیه کودکیتون بهره بردن تا به رویای شما شکل بدن اگر دیگه کودک نیستید امروز میتونید شروع به تغییر دادن رویای خودتون کنید و به هر چیزی که میخواید باور داشته باشید همچنین این امکان رو دارید که نگاه تازهی داشته باشید و درک کنید که چیزهایی که در کودکی یاد گرفتید تنها حقیقت موجود نیستند به همین دلیل میتونید رویای خودتون رو تغییر بدید تصمیم بگیرید که باورهاتون چی باشند و پدیده ای رو خلق کنید که به آن میگید رویای توجه دوم در این رویا باید کار خودتون رو با تشخیص اون باورها آغاز کنید اون باورهایی که بر اساس ترس هستند و باعث ناخشنودیتون میشه بعد اونها رو با باورهای جدید مثل همون چهار میساقی که براتون شرط دادیم جایگزین کنید بر اساس باور فرهنگ تولتک یه انگل در وجود ما انسانها وجود داره که ذهن ما رو کنترل میکنه برای اینکه از شر این انگل خلاص بشید باید یاد بگیرید که بخشنده باشید تا در این صورت منبع توجه انگل نابود بشه تصور کنید که صبح از خواب بیدار میشید و پر از انرژی هستید بعد با شریک زندگی خودتون بحثتون میشه و ناگهان به شدت احساس خستگی میکنید گویی در عواطف منفیگیر افتادید این احساسات انرژی شما رو تخلیه میکنه و باعث میشه که تغییر زندگی خودتون و دیگران سخت بشه دلخوری شما خوراک انگل وجودتونه و منجر به احساسات منفی بیشتری میشه به این چرخه بیهوده و آزاردهنده پایان بدید و افرادی که شما رو ناراحت میکنند از جمله خودتون رو ببخشید و در آخر راه سومی که از طریق اون میتونید خودتون رو آزاد کنید اینه که هر روز رو طوری زندگی کنید که گوی آخرین روز زندگیتونه انجام این کار باعث خواهد شد تا بفهمید هیچ چیزی ندارید که خارج از زمان حال وجود داشته باشه این کار تصویر آشکارتری از اینکه چگونه میخواید زندگی کنید رو به شما میده به این کار میگن پذیرش مرگ و این سوال رو مطرح میکنه که آیا واقعا میخواید این لحظه فوق رو صرف این کنید که دیگران چه فکری در مورد شما میکنند سخن پایانی از لحظه ای که چشممون رو به دنیا باز میکنیم اطرافیان ما ما رو وادار میکنن که با میساقهای اونها خودمون رو وفق ده به تدریج یاد میگیریم که برای جلب توجه دیگران و تایید شدن کاری رو انجام بدیم که دیگران میخوان و کسی بشیم که جامعه برامون تعریف کرده اما اگه یاد بگیریم که خودمون رو همون گونه که هستیم بپذیریم و در هر لحظه بهترین کار ممکن رو انجام بدیم دیگه ترس از ترد شدن آزارمون نمیده میثاق اولی که میتونیم با اون زندگی شادی رو تجربه کنیم استفاده از کلمات مناسب و درسته به گونه ای که هرگز با عبارات و توصیف های نادرست نه باعث آزار خود و نه دیگران بشیم میثاق دوم در مورد اینه که نباید رفتارهای دیگران رو چندان بد توصیف کنیم و به عبارتی ساده تر هر چیزی رو به خودمون نگیریم میثاق سوم قدرت طرح پرسشه تا ابهاماتی که در رابطه با دیگران داریم رو از بین ببریم بر اساس این میثاق ما به جای فرضیات غلط مسائلی که در اون ابهام داریم رو با طرح پرسش برای خودمون شفاف سازی میکنیم میثاق چهارم در این مورده که همواره بهترین عملکرد رو از خودمون نشون بدیم با رهایی یافتن از میثاق های قدیمی و جایگزین کردن اون با این چهار میثاق میتونید آرامش و شادی رو در جای جای زندگیتون وارد کنید خلاصه کتاب چهار میساق چند تا پیشنهاد کاربردی هم برامون داره کتاب میگه شروع به شکستن میساقهای خودتون کنید اکثر مردم در زندگی خود صدها شاید هم هزاران میساق دارن یه لحظه صبر کنید و یکی از اونها رو همین الان بشکنید شاید همواره به خودتون گفتید که نمیتونید آواز بخونید برای شکستن این میثاق تنها کافی با تمام وجود آواز بخونید و تصور کنید که دیگران در حال تشویق و دست زدن شما هستند با پیروی از این فرایند میتونید آرام آرام تمام میساقهای خودتون رو دور بریزید و اونها رو با میساقهای جایگزین کنید که به شما آزادی و رهایی میبخشه امیدوارم که از شنیدن این خلاصه کتاب نهایت لذت رو برده باشین همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم با سپاس علی میر هستم از کانال آموزشی انگیزشی لیل و ما جویا کتاب های صوتی از کانال لیل و ما جویا با خواندن و هدیه دادن کتاب آگاهی و دانش را گسترش دهیم